جانم. سلام علیکم خانم. سلام برو ماهد باجی. چی میگم شما از صبح که اومدی به من گفتی داداشم اینا فرار کردن رفتن، به هم تو دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه، همش میگم نکنه نیان یهو فرار کرده باشن. اولا که من نگفتم فرار کردن، دوما من کاکای خودم خوب میشناسم، شما دلت نجوشه، این هر جا که باشه سر آخر برمیگرده خونه خودش. اولا که اینجا خونه منه، بعدم من میترسم خانم، اینا عادتشونه، پول منو برداشتن و رفتن. نگران نباش باجی، من قولت میدم اینا سر آخر رو کرایه شما رو نقدن میذارن که به دست. آره چقدرم شما نقدی کار میکنی. حالا من گفتم شما میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، به شما بخیر. مونو خانم شما هم لنگ برادرت دیگه به خوش قولی. قبول کن قبول نکن. آقای مجلسی باور کنید من بی تقصیرم، یعنی اصلا من دعوتشون نکردم که تشریف بیارن اینجا، در واقع خودشون هجوم آوردن، من نتونستم جلوشون بیارم. من آقا جان میگم شما شورت خدا یه چیزی بگی، من گفتم مسئولیت سختیه نمیتونم الان اصلا شما رو من پیشنهاد دادم و گفتم آقا جان میگم بیا اینجا بهتره، بود نمیدونم چرا آقا مجلسی خیلی اصرار داشت که منم نرفتم اونا رو دعوت کنم بیان اینجا، در واقع خودشون منو گول زدن. البته درسته برادرم اونم پدرم، ولی منو گول پایسی های کچه نوسو می کنم، من که باور کنید من خیلی بی تقصیر همه از اینجا نبودم، این افتاده شکست من پریدمش که نجاتشم بدم بودم. الان اتوارت بابا خب این کوسته که نبوده، یه مایزی های کچکونه دیگه، من نمیدونم چرا اینا شما اینقدر اصلا ناراحت هستیم. یعنی قول میدم آقای مجلس، من قول میدم جبران بکنم، باور کنید من بی تقصیرم، من خواهش میکنم خواهش میکنم من رو اخراج نکنید، خواهش میکنم بگیری من رو نگرد، باور کنید من طاقت رو ندارم، خواهش میکنم من کمی دست هم بگنی کمی رو نگیشیدم، نمیدونم چرا اون موقع بگنم من درد. چی هستی؟ کی بون؟ سلیمان نمیشنوی؟ کی بون میشنم؟ نمیبینم. به پیرامون خود خوب دقت کن ببین. کی بون سیامک؟ نمیدونم. منم دارم دنبالش میگردم. تو چه کار میکنی سیامک؟ سعید میترسم. چی شده؟ برای خونه اتفاقی بدی افتاده، نمیدونم. چی شده سیامک؟ نباید این خونه میومدی. چی شده؟ باشو. چی شده سیامک؟ باشو. چی شده آخه؟ سعید خدا به اون رحم کنه. آخه بگو چی شده؟ خدا به اون رحم کنه. چی شده؟ بد شانسم خدا برای خونه چی شده؟ خدا کنه باشه برای خونه چی شده؟ برای خونه کله پاشه بگیر بیار، خدا کنه باشه. چی کار کنم؟ کله پاشه بگیر بیار، ببین یک کلش بگیر پاشه، دو تا چشم، دو تا بناگوش، دو تا زبون، با یه مقدارم نون اضافه، خدا ابتها آبگوش با مغزش هم بگیر بیار. من نمیرم خدا کنه باشه. چرا؟ خودت برو بگیر، نمیرم. بعد اینو میگن چرا تو این هفته نوکرش مونده خونه؟ آقا خب چرا من شدم نوکر؟ چرا شدم نوکر؟ چطور خودت مهندس شدی دکتر شدی جراح شدی من شدم نوکر؟ خودت لباسو عوض کن سعید جان. آقا چرا اصلا متوجه نیستی من اصلا نمیتونم از این خونه برم بیرون؟ یه نفر میاد اینجا مجلسیو ببینه اون وقت من باید خونه باشم. میفهمم میاد باشه. صدام تلویزیون کم کن پسر. نمیتونم الان بیام مجلس. چه خلاف کردی؟ یک ساعت مونده سال تحویل، کی میخواد بیاد اینجا؟ آقا قلم میکنم من. یه ساعت مونده به سال تحویل، الان هیچ کله پزی باز نیست. هیچ کله پزی باز نیست. میگم آقا من کجا دارم میرم؟ سه تلویزیون خیلی زیاد سیامک کم کرد. سلام خانم. اول صبح که تلویزیون من چی نگاه میکنی؟ ببخشید آقا خوابم همه. معذرت میخوام آقا. برو سریع تا خانم گفته برو کله پاچه بگیر بیار، بگیر همینجا کله پاچت میکنم. وقتی نوشین خانم عوض کرده، وقتی که پدرشون جناب وکیل وسی هم خواسته، برای جناب وکیل وسی پول بدین آقا. دو تا چشمم بگیر. پول که داده بودم که پولم داده بودم که دیگه کیف پول تو کیف پول شما پیش من چیکار میکنه آقا؟ هول شده دیگه. گم کرد فدای سر. خواهش میکنم خواهش دارم ازت برو بگیر اونم فدای سر. برو من بعد برو از جیب خودت بده، بعد برو تو حساب خودم بردار. برو نه ترس، من کی با کارگرام اینجوری بودم که الان هستم. برو خب لا 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 Da-da-da-da-da
آزا بینم ببخشید این چطوره واسه من؟ با اون پیرن صورتیه پاپیونم میزنم. مگه میخوای برید عروسی؟ مگه دامادی پاپیون بزنی؟ نه عزیز من، این مسائل نیستش. سر سال طویل آدم باید تمیز و مرتب باشه. به قول قدیمی ها سر سال طویل هر شکلی که باشی تا آخر سال همون شکلی میمونی. من اینو میپوشم. خب اینو بده من جانم. ببین شما یه چیز معمولی بردار تا آخر سال معمولی بمونی. منم اینو میپوشم. بدش به من اونو. اینو بده به من. بفی چون بدش به من. بچه من بده من از روز اولی که چشمم به این کمد افتاد اینو انتخابش کردم. تو یه چیزی واسه خودت انتخاب کن. این مال من. خیلی بی‌ظرفیتی. لباسای خانمش کجاست ها؟ لباس خانمش داری چی؟ میخوام چند تا هدیه بدم به پروین خانم. کینه هر کی دوست داری این یه موردو بیخیال شو. ببین سیامک من به تو کاری ندارم. تو هم به من کاری نداشته باش. تو کیس خودتو پیگیری کن. منم کیس خودم. یعنی چی کیس خودت کیس خودم؟ بابا یاران موافقت نکرد دخترشو بده ما. شما میخواد بعد خواهرش بری صحبت کنی؟ ببخشید آقا سیامک. این سماقتون کجاست؟ سماق؟ آره دیگه. سماق برای چی میخوای؟ برای چه مصرفی؟ برای سفره هفسین. سفره رو نوشین خانم داره میچینه یا این پسر؟ نوشین دیگه. میبینی پسر رو؟ خب باش معلوم میگم بری 2-3 کیلو سماق بگیری بیاد شما برو. خیلی خب بس بجوم اینا سال تحویل نزدیکه. برو عزیزم برو. چه پسری؟ اگه این شنیده باشه چی؟ کیو؟ آقا جون بیخیال شو. ببین سیامک جان من انتخاب نکردم، انتخاب شدم. اون انتخاب کرده؟ برو ازش بپرس. باشه این ازدواج سر بگیره، برای ایشون هم صحبت دارم. من همیشه تو زندگیم این گرفتاری رو داشتم. علا یار جان چرا رنگت خزان است؟ سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. نخور قصه خدا جان مهربان است، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. میان ما و تو عهد و نشان است، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. سبز به ناز می آید، محرم راز می آید، محرم راز می آید. از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید، از دل پر دردم شنو سوز و گداز می آید. اینم از هفت‌سین با همه سیناش. سین کامله نه کامل نیست، ماهی نداره، ماهی نباشه اصلا شگون نداره. اونش با من ماهی هست. جناب مهندس شما تشریف نمیارین پای سفره؟ خواهش میکنم. خیلی ممنون، بفرمایید. جناب زندی بفرمایید. شما راحت باشید. ببخشید کدوم ماهی کجا هست؟ شما بیاین کمک، میریم میگیریم دیگه. من میام کمکتون. بیک میشین بفرما. این همه ماهی از هر رنگی که بخوای. آقای دکتر من فکر کنم این ماهی قرمز خیلی خوب باشه. درداشم بایسی من میگم بایسی. آره هرچی چه مکان مگه. یه لحظه بذارین من یه عینک دوربینی داشتم. این عینک خود بزرگ بینیه، خیلی خوب نیست. آسی مک اونو نگاه این عینک متوسط بینیه. برو اینو بگیر. آره میگیر. برو براش. اون یکی هم بگیر. کدومو؟ اصلا اون دوتا رو با هم بگیر. من خیلی دوست ندارم اونو. اگرم که دیدی نتونست بگیر بزن تو سرش بیهوش میشه بعد. نه خب فقط یه چیزی ما باید باشه اینو بنازیم توش. الان میرم یه تشت میارم. تشت؟ همین تشت از که تو میارم تشت میزنیم میاد بالا. مراقب باشه من میارم. بگیر دیگه. بگیر دیگه. بده من بیرم. کجا بود؟ اون کچکه. آها. این آقای دکترم چقدر بلاست، فکر همه جا رو کرده. پسرم پسر خوبی. شانس آوردی مگه داداشت اجازه بده؟ نگران نباشون با من. ببخشید اگر چیزی میل دارین من در خدمتتون هستم. نه خیلی ممنون. شما میل ندارین؟ آخه خدا کنه زودتر ماهی ها برسه، سر سال طویل اصلا شگون نداره. رفتن ماهی بخرن؟ آخه خونه هست، شما که باید خبر داشته باشی. آقای دکتر گفتن تو خونه ماهی هست. آها بله داشتیم. آقای ماهی چی شد دارن میشمارن؟ 4 4 3 2 1
آغاز سال 1391 هجری شمسی. ای بابا، بابا صابخونه راضیه، ما تو نگرانی، یه ذره آبو جمعش کردیم دیگه. آقا سعید، سعید جان. بابا نکن نگه بابا، من برم یه لفه آبقن بیارم. راست خواهرتون کجاست آقای دکتر؟ آقای دکتر با عزتتون بهش زنگ بدارم. کجا قربان؟ الان میام خدمتتون. بفرمایید بفرمایید. منیجر کجا؟ قرار نیست که تا آخر عمر اینجا بمونیم. خب با جابره برم ببینم بلیط گیرمون میاد یا نه. شما یه ساعت بعد از سال تحویل حتما پیدا میکنم. خانم جایی بازه منوچهر؟ آقای جابری شما بگین تا پنجم عید کجا بازه؟ منوچهر بعدم. خانم وقتی جواب بریم که بلیط برای شما تهیه میکنم، زیر سنگ هم شده براتون پیدا میکنم. بریم آقا دیر شد. مسخرهشون رو برده دیگه جلو مردم. باید اینجا باشیم. بفرم اینجا که بسته است که بالاخره من بلیط گیر میارم. تو نگران این نباش، ولی تو جواب منو ندادی. یه فکری برای این دوتا جوان نکردی. بابا وقت نیست، تو هم که مسافری. بذار این دوتا جوان برن سر خونه زندگیشون، والا بلا ثواب داره. از که حالا به فکر ثواب جواب افتادی؟ ببین زندی جان، من به خاطر جفتمون میگم. داشتن یه دوماد میلیاردر تو شرایط فعلی خیلی به دردمون میخوره. بابا مثل که تو متوجه خطری بودن اوضاع نیستی ها. من با آینده دخترم بازی نمیکنم. چی همچی حرفی زد؟ الان دم رفتن وقت این خاله بازی هاست؟ دلم از این پسر قرص نیست. خاله بازی کدومه منوچهر جان؟ چرا لجبازی میکنی؟ بابا الان وقت ازدواج دخترته، اونم یکیو گیر آورده که دوستش داره. تو هم که قراره بری دیگه بر نگردی. خب بذار اینا برن سر خونه زندگیشون، خودش ثوابه. در ثانی داشتن یه دوماد پولدار به دردت میخوره. اومدی افتادی تو عجن، خب یه جوری کمکت میکنه دیگه. این پسره یه مدار خلو چل میزنه. ای بابا، ببین منوچهر جان، علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد که اومده. حالا تو چی میگی؟ آینده دخترمه ها. ای میگه آینده، بابا آینده از این بهتر؟ دوماده مهندس که هست، وضع مالیش هم که توپه توپه، خانواده دار. بابا کی میومد تو این شرایط به شما جامعه کن بده؟ ها چی میخوای از جونی یه جوون؟ نمیدونم، شایدم بد نگیه، اما پسر خلوچل میزنه. بابا اینو بذار به پای سادگیش. پسره میخواد یه جوری تو دل تو جا باز کنه، منطور راجو بلد نی. در ثانی نوشین همین خلوچل بازی های این پسره خوشش اومده. چی میگی حالا؟ چرا باز رفتی تو فکر؟ ببین اومدی نتونستی جواب طلبکارا رو بدی، اون وقت چی کار میکن؟ بابا پسره به میلیارد میگه پول خور، میتونه پشتوان خوبی باشه، ازش میگیری بعدم بهش میدی دیگه. باشه حالا من باید یه تلفن بزنم. خیلی خوب، ببین تا تو تلفن میزنی من برگشتم، همینجا جایی نریا. ای بابا مگه میاد حالا این؟ اینجا چه کار میکنی مارمولک؟ سلام آقا، مشتاق دیدار آقا. سال مبارک آقا، صد سال به این سالا. آقا جابری همیشه زیر سایه شماست. تو اول صبح عیدم دست سر آدم بر نمیداری؟ واسه چی اومدی اینجا؟ آقا جون برای تبریک سال نو خدمتتون رسیدم. برای دستبوسی؟ کار بدی کردم؟ خودتو واسه من شیرین نکن. پرسیدم واسه چی اومدی اینجا؟ والا آقا چجوری بگم، یه موضوعی پیش اومده بود، حتما باید شما رو میدیدم. پشت تلفنم که نمیشه صحبت کرد، اینی که مصدق اوقات شما شدم. میگم آقا اگه سرده بریم تو صحبت کنم. یه عالمه مهمون دارم همینجا، خوبه حرفتو بزن. چشم. میدونی آقا چجوری بگم، آقا زنده اینا رو که در جریان هستید نتونستن برن. نتونستن برن؟ ممنوع الخروجش کردن؟ نه آقا، خیالتون راحت باشه، اینا به پرواز نرسیدن.
نیکه ساعت رو کشیدن جلو، اینا فکر کردن ساعت رو باید بکشن عقب، اینه که دیر رسیدن فرودگاه. قصه حسین کور تعریف نکن. پس تو اونجا چه کار میکردی؟ من از همه طرف تحت فشارم. حق با شماست. بابا شرمنده جانم. مامان میگه چرا نیومدی؟ بگو الان میام. برو تو عزیزم، برو تو، سرمو نخوری پدرجون. آخه چه ناز هزار ماشاءالله. آقا ببخشی تو فضولی نباشه، این از خانم اولتونه یا دوم؟ فضولی این مسائل به تو نیومده. حالا کجا زندی؟ زندی آقا الان دفتر منه، ولی خانوادش یه جای امن امنن، خیالتون راحت باشه. چه جوری خیالم راحت باشه؟ 20 روز پیش بهت گفتم یه جوری اینا رو رد کن برن. سال عوض شده، این مرتیکه هنوز تهرونه. این تعطیلات بگذره اون ایل بوربور میریزن سرش. زندی هم که وجودشو نداره، هممونو زیر فی میفروشه. بله آقا متوجهم، واس خاطر همینه میگم اگه بشه یه جوری رایش کنیم بره با خیال همه راحت میشه. آقا راستی شما اون آژانس هواپیما رو هنوز داری آقا؟ این ایام که آژانس تعطیله. اصلا ببرشون فرودگاه، با اولین پروازی که شد و اولین مقصدی که راه داد بفرستشون برن. به یه کاری دیگه بکن، بفرستشون دبی، از دبی برن کانادا. آقا ببخشین جسارت نباشه با، یه وقت مشکوک میشه. من میگم 5-6 روز اول که همه جا تعطیله، کسی هم مدعیش نیست. شما اگه بتونی یه بلیت آمستردام براش جور کنین، تر و تمیز و خوشگل رفته، آبم از آب تکون نمیخوره. خیلی خوب، برو زندی رو ببر اینجا که میگی امنه. منم زنگ میزنم بچه ها براش بلیت صادر کنن، البته به شرط اینکه جا باشه. منم قول میدم هر طور شده سوارش کنم آقا، فقط بلیت داشته باشه. میدونید اگه تو لیست انتظارم باشه من حلش میکنم آقا، سوارش میکنم. میگم اگه خدای نکرده این گیر کنه، اونقدی پول و پله داره که بتونه یکی دو تا طلبکار رو جواب بده؟ چون شنیدم یکی دو تاشون اومدن دفتر شما پیگیری شدن. آره آقا خدا رو شکر من نبودم دفتر، اتفاقا میخواستم راجع به همین مطلب هم با شما صحبت کنم آقا. یه مخواستگار برای دخترش پیدا شده آقا، خرپول و از توپ به توپ، توپ جلو دارش نی. ولی آقا این زندی زیر بار نمیره، نمیدونم چی کار باید بکنم. میگم عزیز من اگه به هر دلیلی نشد تو بری، این داماده خیلی میتونه کمکت باشه، لااقلش میتونه جواب چند تا این طلبکارای گردن کلفت تو بده یا نه. ولی زندی خره آقا، اصلا زیر بار نمیره، نمیدونه تو چه موقعیتیه. جالب شد. بفرمایی اینه بده. پسر مؤدب باش. ببخش. امیدوارم که در این سال نو جوونا، سیامک جان، نوشین خانم به مراد دلشون هرچی که هست برسن. امیدوارم اونایی هم که سن و سالی ازشون گذشته، اونا هم به آرزوشون برسن. تا ببینیم خدا چی میخواد. بسن بفرمایی. برو دیگه، برو در زدن. پدر یه موقع پدر. بله بفرمایید. سلام عمه خانم. عمه خانم برای چی اومد دوباره؟ عمه خانم کیه؟ چه حلال زادن؟ عمه خانم هم تشریف آوردن. بی بطری گفتی کیه؟ سیر شما سیگه اگه سری اول نمیگفتیم نمیومد. این چطوری دارن از عمهشون استقبال میکنن؟ مخ بابای تو نذاش من از خواهرم خدافظی کنم. مامان جانو خالم میشه این عمه شونه ها. کجا میری عمه؟ خاله عمه جان خیلی خوش آمدی. منمون قال میذارین ها؟ چه قال گذاشتنی عمه؟ ساکت تو، ساکت اکبر. بله. تو یعنی حالا بزرگتر اینایی ها؟ اینجوریه؟ آره؟ میخوای مونه دست به سر کنی که این بدبخت بندازی تو هچل؟ ها؟ نه بابا سعید از تو توقع نداشتم. نه همه جان من که در ساکت بابا... ساکت ببین ببین کاکا گوش کن ببین چی میگفت. ما تا حالا به خاطر این دوتا سیابخ هیچی نگفتم آبروداری کردم. اما از این به بعد من میدونم که حالا باید چه کار بکنم. همه جو اما نداره بابا، یکم دندون جیگر بزنی همه چی تمام میشه به خاطر من. سیامک
امه تو انگار راستی راستی دختره میخوای. امه من عاشقشم، یعنی هیچ جوره قبول نمی کنم که از دستش بدم. خواهش من، به خاطر من فقط به خاطر تو. قربونت برم. فقط به خاطر تو. اما همه چی باید درست انجام بشه. باشه. خدا میدونم چه جوری برات. باشه. بیا تاکسی بگیرم برات. بیا دیگه. حالا میگیرمش. مگه نمیگی به خاطر من؟ نمیگه. پسره الدنگ همینجوری باید نستا. برو سراغش. بابا جلوشو بگیر. یه وقت یه چیزی نگه با سرنوشت من بازی نکنه. با سرنوشت شما؟ بودی سرنوشت منو؟ بله داشتم میگفتم من جوون که بودم 4-5 بار تا آستانه ازدواج پیش رفتم. وای کوکا کشتی ما رو، اینقد خاطره تعریف کردی. خب ملت خسته شد. نه بذارین بگن، خیلی جالبه. اتفاقا من فکر می‌کنم آقای دکتر خیلی زندگی پرماجرایی داشتن. تازه این 4-5 بارم مال قبل از ازدواج با مادر مهندس جون بود. یعنی آقای دکتر شما بعد از ازدواجم ماجراهای عشقی داشتین؟ نه خیر خانم، از طرف من نه، من بیگناه هم، من انتخاب می شدم، همیشه از اون طرف می اومدن سراغ من. تا اونجا که مو یادمه تو پیش آقام تو دکون کار می کردی، بعدم که دختر خاله گرفتی و رفتی سر خونه زندگیت، و وقتی ماجراهای عاشقونه کجا بود؟ مو که خبر ندارم، مو خبر ندارم. البته من اینجور چیزا رو نمی ذاشتم شما بفهمی، بیشتر می ریختم تو خودم. آقا جون، آقا شما ببخشید، آقا ببخشید، اینو لطف می‌کنید بذار همینجا بالا میز یه کمک بگیر بذار بالا میز. برای گرلا پسر دستون درد نکنه، برای عروس دامادم یکم میوه ببر. دارن اونا دارن. خب دوباره ببر این همه میوه. واقعا یادش بخیر. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. نه این پسر تو کارش جدیه، یعنی میگه که میوه برای مهمونه و مهمون باید میل کنه. سعید برو این اتاقای بالا رو یه نگاه بکن، یه مرتب بکن، اگر به موردی برخوردی یادداشت کن. باشه. که برات تجربه شه. چی؟ باشه. گفتم باشه دیگه. ولی این باشار یه جوری میگم. نه اینجوری نیستش. اون روزه اول که اومده بود یه چیزی ازش میخواستم، میمد دلا میشد دست منو میگرفت، ماش میگرفت، میگفت چشم قربان. میگفتم نه لازم نیست اصلا، من منشم اینجوری نیست. همون بگو باشه بس. ولی هرچی فکر میکنم میونم چقدر زود گذشت. نه انگار همین دیروز بود با ماشین زدم بهت لهت کردم. آخه ولی برای من خیلی دیر گذشت، انگار 100 سال پیش بود. میدونی هم منتظر بودم هم له. این بود که بعد وای میستادم تا جواب مثبتو بگیرم. راستی من میخواستم چند وقتی یه چیزی ازت بپرسم. هی نمیشه. اون روز که با ماشین زدم بهت داشتی یه چیزی فرار میکردی. چی؟ نه فرار؟ نه اشتباه میکنم. یه دفعه پریدی جلو ماشین. آها داشتم ورزش میکردم، داشتم میدویدم. من روزی 2 ساعت عادت دارم بدوم. الان هم اگر میبینی نرفتم خاطر این که دارم هم و غمم رو میذارم و در واقع دارم برای آیندم میدوم. نشستم ببینم این 48 ساعت چه اتفاقی میفته. دوباره من یاد این 48 ساعت ننداز. میخوام با بابام صحبت کنم، اونا برم من بمونم همینجا با تو همین خونه زندگی کنم. نه برش چطور؟ خب من دیگه 25 سالم بعد از ازدواجم، خودمون میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم دیگه. برای همین به اونا میگیم برن، من و تو هم میمونیم همینجا زندگی میکنیم دیگه. نه ایش خیال نکن، اینجا که مسئله اینی. ولی نه نه، اونا پدر مادرم اگه حرفشون رو گوش نکنی آقد میکنن. چی؟ آق میگن، یعنی که به یعنی نفرین اونا پشت سر بچه هست همیشه، و بچه های اون بچه هم همینجوری مثل اون میشن و همینجوری آق دیگه آق. مثلا فکر نمی‌کنم تو به این چیزا اعتقاد داشته باشی. مثلا این فکر رو نکنی که من چون اونجا تحصیل کردم فرهنگ اونجا رو به خودم گرفتم. من کاملا فرهنگم ایرانیه و به پدرم اعتقاد دارم چون به این چیزا اعتقاد داره. پس توی زحمتی بکش امشب با بابام صحبت کن، شاید تونستی رازش کنی که اونا خودشون برن، من تو بمونیم همینجا زندگی کنیم دیگه. چشم حتما. من نوشین خانم، یک بار که هیچی، 100 بارم خودم کوچیک میکنم و با پدرتون صحبت میکنم، به خاطر اینکه میدونم فردا روزی بزرگ میشم و آینده بزرگ دارم، و همین پدرتون میاد حالا ببینید
چه برخوردی با من میکنه. ولی اگه قبول کنه خیلی خوب میشه نه؟ اصلا فکر قبول نکردن اصلا نظری نمیخوام اصلا بهش فکر کنم. آره واقعا عالی میشه، من تو میمونیم با هم تو این خونه زندگی میکنیم. میگم که از چی توی این خونه لذت بردیم من بدونم، که اگه قابل هم باشه برش داریم ببریم توی خونه جدیدتر. بفرم اینم بیلیت. وقت بگو جابری بیارزه است. اونجا که آژانس هواپیمایی نیست، بیلیت از کجا گیره آوردی؟ ما رو دست کم گرفتی ها. گفتم که از زیر سنگم شده من برات بیلیت جور میکنم. این که تاریخ نداره، اوکی نشده. اوکیشم میکنم منو چیز جان، من سوارتون میکنم، تو نگران نباش، من همه جا آشنا دارم. ببینم تعریف کن بابی و فرم. خانم آقایون توجه کنید یه لحظه، خواهش میکنم ببخشید. بنده با افتخار باید خدمت رو عرض کنم، به شکرانه آشنایی این دو خانواده محترم و جور شدن مجدد بلیط ها و فرارسیدن بهار، این فصل عاشقان و شکوفه دادن. بس برو سر اصل مطلب. جان چشم جناب زندی میگن از حاشیه به پریز، به اصل مطلب. چشم برمان چشم. جناب زندی با ازدواج این دو گل نوشکفته موافقت فرموده. راست میگه من چی؟ گریه میکنی پسرم؟ نه من از خوشحالی. من واقعا جای مادرم اینجا خالی میبینم، دوستش اینجا باشه یاد اون. آخه یه کاریش میکنم همین الان. بلاش دعا بخونیم. خب اجازه میخوام بنده از این فرصت استفاده کنم و حالت جناب آقای زندی با ازدواج نوشین جان عروس گلم و سیامک عزیز آقا مهندس موافقت کردند و در راستای امر پسندیده و مقدس و سفارش شده ازدواج، بنده همین الان همین از ساحه از سرکار خانم پروین خانم تقاضای تشکر کنم. پدر خوبه. بله گم بزنی، من هرچی دارم واقعا از پدرم دارم، اون هم مادری کرد برای من هم پدری. واقعا بله خانم حالا حبس کردن که استراحت کن خودشون نشستن اینجا هیاهو رو انداختن. با چه خبرتونه؟ چه خبره؟ کف بزنی؟ دست بزنی؟ چه خبره؟ آجی جون خوش قدم باشی، قربون قدمت برم. جناب آقای زندی با ازدواج بچه ها موافقت کردن. خیلی بی خود ما تا حالا هیچی نگفتم، فکر کردم این کلاهبرداری به هیچ جا نمیرسه، اما حالا دیگه من نمیتونم ساکت باشم. عمه خانم من خیلی شوخته من، عمه خانم نوشین خانم پدر تو هیچی نگو، همچین میکوبم تو سرت که مغزت متلاشی شه بپاشه زمین. آی جماعت اینا همشون کلاهبردارن، نه این لندهور دکتره، این مهندس که نیست که هیچی، او هم دکتر نیست، اینم از خودشون نیست. مو گفته باشم بهتون من برم به پسرم زنگ بزنم ببینم برای چی درو باز میزنه. عمه میاد بیرون اون سری همین کارو کرد. اینا چی میگن؟ سیامک نرو. پس چرا تو الان ساکت بودی و چیزی نگفتین؟ ما شرمنده شما، شرمنده. فکر کردم شما مخالفی، این کار به انجام نمیرسه، چیزی نگفتم بلکه آبروی سیاوختان نره. خجالت بکش زن زشته. آکه خجالت میکشم، کاکای مستو خجالت هم داره. آقا ما توی کلاهبرداری شریک نیستم. مرفت اجازه میفرمایید ما برم. قربون سر ملوک خانم، ملوک جان چی میگه این؟ آقای دکتر از شما بعید بود، سوء تفاهم شده، من داستان رو براتون تعریف میکنم. خدا رو شکر از اولش گفتم به من ربطی نداره، از اینجا به بعدش هم به من ربطی. همه چی شد؟ گوش کن به چی میگفت سیامک، ما دیگه حالم از همه این دغل و دروغا به هم خورده. ها تو خجالت نمیکشی؟ خجالت نمیکشی کاکای خودت جلو مردم میگی نوکر خونمه؟ چرا خجالت نمیکشی؟ چرا من خیلی نمیش فکر کردم تو. خب گوش کن به این چی بهت میگم، مو میخوام برم خونه. خوب. تو هم اگه مرد باشی همین الان میری حق و حقیقت همه میگی، همه کار درست میکنی، زودم جمع میکنی میای خونه، ما اونجا تنهایی باشه. شما گوش من میخوام بیام خونه. همه شما بیا بگو من شوخی کردم که من
من چی بگم به اینا؟ به من ربطی نداره. ببین هر چی گفتم گفتی به من ربطی نداره. پس وایسا دوباره بر نگرده بیاد. آقا شوهره پشت در هی عربده میکشید و لگد میزد که درو باز کن. از اون طرف ملوک توی اتاق داشت با کلانتری تلفن میزد که این یه مرد غریبه تو خونه است. خب بعدش چی شد؟ هیچی دیگه، اومدن و ریختن و گرفتن و بردنش. شب میخواستن زندونیش کنن. تو خود قدیمی ها گفتنی ما باید میرفتیم شهادت میدادیم وساطت میکردیم که بابا این شوهر خواهر ماست، این مرد غریبه نیست. شوهرشه عزیزم. بله. حکایت غریبیه دکتر. بله قربان. یه سوال داشتم جانم. این خانوم همیشه این حالت بهش دست میده یا گهگاه این اتفاق میفته؟ نه خیر جناب وکیل، این اخیراً فیوز نپرونده بود، احتمالاً امروز قرصاشو یادش رفته بخوره. در هر صورت من از شما معذرت میخوام. ببخشید آقای دکتر، این موضوع خطرناک نیست؟ نه خیر جناب زندی، من خودم مراقبش هستم. البته این روزا ملوک جان زیر استرسه ها، یه نامردی پولشو خورده، از این طرف بچهش مریضه، خب از این طرف هم گل پسر من داره ازدواج میکنه سر و سامونی میگیره. اینه که استرس و بیماری و حسادت دست به دست هم دادن اینو ریختنش به هم. دعا کنین خوب بشه. اصلا نوشین خانم حسوده ها، یعنی که اصلا از حسادت اینجوری شده بیمار شده. یعنی چی میگم، دکترها جوابش کردن، جواب نگرفته همینجوری رو افتاده خودش اومده بیرون. من در صورت خیلی خیلی شرمنده ام و عذرخواهی میکنم از خانواده جناب زندی، امیدوارم که متوجه شده باشن. به هر حال خیلی عذر میخوام. به هر حال نگران نباش، تو هر خانواده ای یه خل و چل هست. تفلک دست خودش نیست که. آقا سیامکش نمیذاشتین تنهایی بره؟ نه نه، آمبولانس بردش. بله بله آمبولانس بردش. بعد پدرجان من بهتون بگم این از قبل خیلی بیشتر شده. این مقصر شما هم هست اینا. گناه داره، باید بریم بیشتر بزنید. به دکترش زنگ زدم، گفتش که اینجا که نیارش هستن، دو هیچ جایی هم جا نیست. من میسپرم که اصلا جا ندن. بعد اینکه بذارید هر چی خواست بگه بگه. گفتش ولی شما که چیزی نمیشه، خودشو خالی کنه، تلاش پاکه چه منتش به خاکه. اتفاقا اون یه متکا باید بذاری تو دهنش اصلا حرف نزنه، اون حالش بهتر میشه وقتی حرف نزنه. ولی خب هی میرزه بیرون دیگه. ببخشین آقای دکتر، عذر میخوام، این بیماری در خانواده شما خدای نکرده ارثی که نیست که؟ نه خیر خانم، عرض کردم خدمتتون ما فقط همین یه دونه رو تو فامیلیمون داریم. خدا رو شکر. نشستن که خب بچه کار کنم، میخوای بگم پشم بایستن؟ چرا نمیگن تو رو بزنن؟ سعید، سعید این آقا جون عجب فیلمیه. ببین یه جور این قضیه رو ماسمالی کرد که هیچ کس شک نکرد. من آمدم تو این تو اولش ترسیدم، رفتم همه راحت نشستن، اصلا خود منم داشت باورم میشد. او تو خیلی خرشان شانس آورده. کی ردشون میکنی برم؟ کیا رو؟ یعنی چی کی ردشون میکنی برم؟ خب کیا رو؟ مهمونات رو. مگه باید برم؟ یعنی چی؟ سعید چه توقعی داری تو؟ من خب الان خانواده همسرن اینجا، من غریبه که نیستن که، نمیتونم بهش میگم برم بیرون که. تو اصلا چرا به فکر این چیز هستی؟ تو کارتو انجام بده، حالا باید پول جور کنی برای من. اصلا من پول جور کنم؟ من پول جور کنم؟ بابا تو دیگه خیلی رو داری. من پول جور کنم؟ تو دیگه خیلی رو داری. من پول جور نمی کنم. یعنی چی؟ اصلا بابا کجای دنیا اینجوریه؟ من تو به من نگفتم پول جور کنم، من قرض به من قرض بدم؟ نه نگفتی. نگفتم به؟ نه. چرا سعید جون یه کاری میکنی که محبتتو نادیده بگیرم، خب بعد تو دلم تبدیلش به کینه و دشمنی. فردا بلند شدن اومدن اینجا گفتن آقا مقصر کیه، این ناب سامانی ها زیر سر کیه. بگم که آقا ایشون اولین نفری بود که ما را داد اینجا، ایشون ما را اخفال کرد. چرا؟ دسته که اینا میتونه همه تبدیل این محبت بشه و ما همگه رو ببوسیم. من به تو پول نمیدم. منم نمیتونم برم لطف بدم، ولی بیا یه همکاری کنیم، بیا مرسم من را بندازیم. خواهش میکنم.
علا یار جان چرا رنگت خزان است؟ سبز به ناز می آید، محرم راز می آید.